سلام، من الیاس فرخم، اینجا پرشین ترنده و مثل همیشه با یک ویدیو جذاب و البته جنجالی دیگه در خدمتتون هستم. متاسفانه مردم ما اطلاعات خیلی کمی از همسایه شرقی خودشون دارن، یعنی ما تا دلتون بخواد ترکیه، اروپا، آمریکا، جاهای مختلف، کشورهای عربی رو تقریبا میشناسیم، ولی اصلا راجع به پاکستان و افغانستان اطلاعاتی که باید داشته باشیم رو نداریم. خب منطقی هم هستش دیگه، ما کلا نگاهمون به سمت غربه، اونجا رسانه دارن، شبکه‌های خبری قوی دارن، ولی خب افغانستان و پاکستان رسانه‌های قوی ندارن تا ماهیت خودشون رو به دیگران نشون بدن. ویدئوی قبلی که راجع به طالبان و ترس ایران از طالبان ساخته بودم به من ثابت کرد که خیلی‌ها نمیدونن توی افغانستان چه خبره، طالبان چه قدرتی دارن، فکر می‌کنن هنوز اینا با کلاشینکوف و دمپایی میرن می‌جنگن، یا اطلاعات زیادی از سلسله مراتب فرماندهی و نحوه حکومت طالبان مردم ندارن. خب حقم دارن. برای همین تصمیم گرفتم توی این ویدیو یه مقدار بیشتر راجع به ارتش طالبان حرف بزنم. البته که همین اول ویدیو تاکید میکنم اصلا و ابدا ارتش طالبان در حد و اندازه ارتش و سپاه ایران نیست و کسی راجع به این حرفی نداره. منتها اون تصوری که همه دارن که نیروهای طالب با کلاشینکوف و مثلا RPG و اینجور چیزا دارن میجنگن و همچنان دارن جنگ چریکی میکنن، خب یه مقدار اشتباه. البته هنوز دارن اون خصلتاشونو، ولی خب آپدیت شدن و تجهیزات آمریکایی دستشونه و بالاخره از اون چیزی که مردم دارن فکر میکنن خیلی خیلی پیشرفته تر شدن. درسته که ارتش ما بین 20 قدرت برتر جهانه، یعنی فکر میکنم بین رده 14 تا 20 حالا ما در رفت آمدیم، ولی ارتش طالبان مثلا شاید 100 هم نباشه، قابل مقایسه نیستن. منتها من از این صحبت نمی کنم که طالبان به ایران حمله کنه و ایران رو شکست بده و تصرف کنه. من دارم راجع به ناامن کردن ایران صحبت می کنم، چیزی که واقعا به دست طالبان امکان پذیره و خیلی خوب میتونه انجام بده. همین ناامنی میتونه کشور ما رو دچار فروپاشی کنه. سعی میکنم آخر این ویدیو راجع به ناامنی و فروپاشی و رابطهش با همدیگه بیشتر بهتون توضیح بدم. فقط لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. افراد زیادی این ویدیو رو می‌بینن، من تا تعداد کمی لایک می‌کنن. لایک کردن شما خیلی برای من ارزشمنده و اگر کانال من رو سابسکرایب نکردید، خب سابسکرایب هم بکنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که منو خوشحال کنید. بریم راجع به ارتش افغانستان بیشتر بدونیم. این آقایی که تو تصویر مشاهده میکنید آقای مولا محمد حسن آخونده، رئیس الوزرای افغانستان یا به قول ما نخست وزیر افغانستان. البته من سعی میکنم زیاد از کلمه افغانستان استفاده نکنم، چون خودشون اونجا رو امارت اسلامی میدونن و افغانستان سعی میکنن زیاد نگن. چرا ایشون رو معرفی کردم؟ خیلی مهمه بدونید که نخست وزیر یک گروه افراطی مثل طالبان یه آدم سیاسیه یا یک آدم نظامی. خوشبختانه توی موقعیت کنونی نخست وزیرشون یک آدم سیاسیه. ملا حسن آخوند یک آدم مذهبی طور و سیاسی طوره تا نظامی، یعنی اطلاعات نظامی آنچنان زیادی نداره، ولی از همون ابتدا توی جنگ هایی که طالبان بر ضد آمریکا یا هر قدرت دیگه‌ای داشتن کنار اونها بوده و وظیفه استخدام و یه جورایی مثلا کارگزینی این گروه رو داشته. توی دولت اول طالبان ایشون به عنوان معاون وزیر امور خارجه طالبان شناخته می‌شده و حالا این آدمو گذاشتن رئیس الوزرا. چرا؟ به خاطر اینکه طالبان براشون مهمه که جهان اونها رو به رسمیت بشناسه و بتونه موقعیت طالبان رو توی دنیا پابرجا بکنه.
از این نظر برای ما هم خیلی خوبه دیگه. اگر طالبان یک رویکرد دیگه داشت، مثلا رویکرد نظامی طور داشت، احتمالا درگیری ها خیلی بیشتر میشد. ولی سیگنال مثبتی که میتونیم از طالبان بگیریم همینه که این آدم رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن. البته که باید بدونید توی سیستم طالبان فردگرایی نیست و یک شورای رهبری دارن و این شورای رهبریه که تصمیم میگیره چه کاری انجام بدن. لزوما این که ایشون مثلا آدمی بوده که میخواسته با دنیا تعامل بکنه به معنی این نیست که تصمیمات رو فقط ایشون بگیره. پس درسته که یک سیگنال مثبته، ولی گول این اتفاق رو هم نباید بخوریم و اگر شورای رهبری طالبان به این نتیجه برسن که بخوان دردسر بیشتری برای جهان یا مخصوصا برای ما ایجاد بکنن، واقعا به راحتی این کار رو انجام میدن. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اگر احیانا تنش نظامی طالبان با هر کشوری از جمله ایران افزایش پیدا بکنه، به احتمال خیلی زیاد دولت آقای حسن آخوند سقوط میکنه یا نخست وزیرشون عوض میشه و یک نخست وزیر نظامی روی کار میاد. هیچ بعید نیست این اتفاق بیفته. ارتش طالبان در حال متحول شدنه و طبق آمارهایی که وجود داره در هفته 120 سرباز داره به این ارتش اضافه میشه. البته این 120 سرباز افرادی هستند که به ارتش رسمی امارات اسلامی دارن اضافه میشن. گروه های شبه نظامی قطعا خیلی تعدادشون بیشتره. ملا یعقوب سرپرست وزیر دفاع امارات اسلامیه و زیر مجموعه این آدم 8 سپاه بزرگ افغانستانه. سپاه مرکزی یا بدری 313 سپاهی که توی کابل مستقره و تجهیزات پیشرفته ای آمریکایی داره. نمیدونم این تجهیزات چطوری به دستشون رسیده، خود آمریکایی‌ها بهشون دادن یا اونا تونستن غنیمت بگیرن، ولی یک سپاه کاملا پیشرفته و مدرنه، برخلاف اون چیزی که ما از ارتش افغانستان تصور میکنیم. نوای د تشکیل دو په حالت کې دی او ډیر پړاوونه وهلي دي. د تیری شلکلنی مبارزه د مجاهدینو لمنځه او د هیواد له اصلو بچانو څخه د سختو شرایطو له مخې ورزیده په دین او خاوره مین ځوانان پکې د پرمختللو معیارونو له مخې استخدامیږي. دا د اسلامي امارت سپاه بدری 313 سپاهی که مخصوص خود طالبانه و بیشترین وفاداری رو به این ارتش داره. اما 7 سپاه دیگه که توی بقیه کشور پخش شدن سپاهایی هستن که از قبل از طالبان وجود داشتن و تجهیزاتشون هم عموما مال ارتش ملی افغانستان بود که الان به دست این سپاه ها افتاده. افغان ها نیروهای ویژه حرفه‌ای هم تربیت کردن که در مواقع اضطراری به کمکشون میان، مثل واحد پانیپات، گردان بدری 313، یگان سرخ و گردان نیروهای ویژه یرموک 60. نیروی هوایی طالبان 5 فروند میگ 21 MF و 10 فروند جنگنده بمب افکن سوخو 22 رو با خودش همراه داره. جالبه بدونید که افغان ها یک خلبان خانوم دهه 70ی هم دارن. صدفان دوم نیلوفر رحمانی که یکی از شجاعترین خلبانان زن جهان شناخته شده. البته ایشون توی ارتش ملی افغانستان خدمت میکرد و میتونست پرواز کنه. بعد از به قدرت رسیدن طالبان متاسفانه مجبور شد که از افغانستان فرار کنه و به آمریکا پناهنده بشه. واقعا افسوس میخورم که استعدادهای درجه یکی مثل خانم رحمانی توی افغانستان به دنیا میان، ولی به خاطر وجود حکومت‌هایی مثل طالبان، مثل داعش، هیچ وقت فرصت رشد کردن و خدمت کردن به جامعه خودشون رو پیدا نمی‌کنن. افغان‌ها زن‌های بسیار با استعدادی دارن که متاسفانه از جامعه حذف شدن و هیچ وقت نمیتونن خودشون رو بروز بدن. اگر احیانا خانم رحمانی یا از کسایی که ارتباطی دارن با ایشون این برنامه رو میبینن، اگر تمایل داشتن به من پیام بدن تا ترتیب یک مصاحبه رو بدم و یکم بیشتر با ارتش افغانستان و زنان افغانستان آشنا بشیم، مطمئنم برنامه جالبی میشه. بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد، تو بر کنز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی، بلرزد ز عزمت جهان ستمگر،
بکن شام دنیا تا صبح منور ماتون کی دهر ستمگر او جابیر مقابل دی مغرور تا اجل دا کافیر دا عزت مساتون کی دزلو مدوا. این نیروهایی که دیدید افراد تیپیکال طالبانن، یعنی ما همیشه طالبان رو با همچین لباسهایی به یاد میاریم. من فکر میکنم تا چند سال دیگه آروم آروم این لباسها از سازمان ارتش امارت اسلامی حذف بشه و لباسهای نوین و پیشرفته تری رو استفاده بکنن. دلندگان مراسم اینک کندک مجاهدین استشهادی که در دوران جهاد 20 ساله علیه اشغالگران با فدا نمودن جانهای شیرین خیش مبارزه می نمودن، با قامت‌های بلند و چهره‌های بشاش، با صفوف فشرده و نظم خاصی عسکری از مقابل لوژ عبور می نمایند. چون که خارجی ها از خاک ما بیرون شده اند با استشهاد ضرورت محسوس نمی شود، لذا این نیروها در چوکات وزارت دفاع ملی به خدمت خود ادامه می دهند. این قسمت خطرناکترین بخش قدرت ارتش امارت اسلامیه، یعنی نیروهای استشهادی یا انتحاری. هر کدوم از این آدما یک بمب متحرکن، یک TNT متحرکن و ممکنه جاهای حساس کشور یا حتی توی کوچه و بازار، توی مساجد، توی حرمها، توی تاکسی، هر جایی خودشون رو منفجر کنن. قدرت تخریب این آدما فقط اطراف خودشون نیست، یعنی هر کدوم از اینا که خودشونو منفجر میکنن احتمالاً چند نفر رو با خودشون میکشن، ولی فقط به همینجا ختم نمیشه. شما وقتی که نگران باشید هر لحظه‌ای هر جایی ممکن باشه یه دونه از این آدما خودش رو منفجر کنه و عملیات انتحاری انجام بده، روانتون نابود میشه. یعنی شما همیشه نگرانید، امروز دارید از خونه میرید بیرون برای خودتون، خدای نکرده خانوادهتون، زن و بچه‌تون، ممکنه همچین اتفاقی بیفته یا نه. هر جایی، ممکنه توی ادارتون، ممکنه توی بازار، ممکنه توی زیارت، فرقی نمیکنه، یکی از اینا باشه خودش رو منفجر کنه و کلی از خانواده‌های ایرانی رو عزادار کنه و این امنیت روانی جامعه رو از بین ببره. دوستانی که میگن ما پهپاد داریم، موشک داریم و اینجور حرفا، این نیروهای استشهادی رو نه با پهپاد میتونید بزنید نه با موشک. و خطرناکترین قسمت ماجرای امارت اسلامی و ترس واقعی من از طالبان دقیقاً به خاطر این نیرو هاست. به نازم به نامت تو سرباز احمد، تو باشی شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد از جاری، تو برکن بزن ریشه هر فسادی. محصلین جوان و پرتوان اکادمی ملی نظامی با قلبهای مملو از عشق به خدا، وطن و مردم، با چهره‌های بشاش و یونیفرم زیبای خیش در قلب هر افغان غرور و افتخار می آفرینند. نازم به نام بزرگت مجاهد، نه ترس و صبوری چو فاروق و خالد، تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی. اکنون کندک عملیات‌های خاص و ویژه موتورسایکل سواران که هوش و حواس دشمن را از سر میر بایانند و قادر بودند که بزرگترین بیزه‌های نظامی دشمن را در یک چشم زدن تسخیر نمایند، در حال ادای احترام از مقابل لوژ می‌گذرند. این شیر مردان با استفاده از موتورسایکل‌ها عملیات‌های برق‌آسا سخت و دشوار را برای موازی پیاده و وسایط زرهی دشمن انجام می‌دهند و آنها را از صف محاربه خارج می‌سازند. توی تمام ارتش امارت اسلامی خنده‌دارترین بخشش همین موتورسیکلت‌هاشونه که البته می‌تونه خطرناک هم باشه. توی ترک یکی از این موتورسیکلت‌ها می‌تونه RPG زن باشه یا نیروی استشهادی که خودش رو منفجر کنه و باقی ماجرا. ولی دقیقاً این صحنه رو که من دیدم یاد چهارراه مولوی خودمون افتادم، موقعی که چراغ سبز میشه موتورها حرکت می‌کنن،
همچین فضایی داره. حالا اینا اگر لباس طالبان بپوشن و یه دونه از اون دب زردای انتحاری دستشون باشه میشه شبیه نیروی طالبان. کندک مجاهدین سوار بر وسایط رنجر در حال ادای احترام به رئیس الوزراء و کابینه امارت اسلامی افغانستان از مقابل لوژ عبور میکنند. رنجر یک واسطه نقلی تیز رفتار تکتیکی پیاده بوده که در انتقال مهمات یاشه و پرسونل مورد استفاده قرار میگیرند. این واسطه تکتیکی در هر نوع اراضی قابلیت استعمال را دارد. لوی تاریخ میړنۍ د کلونو ور پاتې جګړو کې برای د ټینګ عزم خوند دی مضبوطه مورال د کفري قانون مخ کې د تور او ډال مجاهد نه ترسو صبوري چو فاروق و خالد تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی تو شمشیر خیبر سپاه گروه از مجاهدین سوار بر تانگاهای هامویی در حال ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان و مهمانان گرامی از پیش لوژ عبور میکنند. هامویی یک نوع از وسایط زیرهی موتوریزه پیاده نظامی بوده که در رفتار و داخل موضعی توانایی آتش و از بین بردن موازی پیاده دشمن را دارد و در تعرض در مقابل قوای پیاده دشمن استعمال می‌گردد. واسطه نام برده قابلیت انتقال 5 تن پرسونل پیاده را دارا می باشد و در هر نوع اراضی دلدلزار، کوهستانی و تپه‌زار مورد استفاده قرار می گیرد. کنندگان و اشتراک کنندگان مراسم، اینک دسته اول گروپ تانگه‌های زرهی ضربتی که در میدان محاربه سنه دشمن را میشگافت و رسم و نظم خاص عسکری در حال ادای احترام از مقابل لوژ عبور میکند. این وسایط در مقابل موازی مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاع راکته های RPG و توپ 82 را دارا بوده و بر موازی دشمن بالا و آن را تخریب میسازد. به نازم به نامت تو سرباز احمد. حالا کندک تانگه های زیرهی جاریدار با نظم عالی از پیش لوز و هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان عبور می کنند. تانگه های زیرهی جاریدار قابلیت جنگی را در هر نوع شرایط دشوار دارند و این وسایط در مقابل موازی مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاع راکته های RPG و توپ 82 را دارا بوده و بالای موازی دشمن بدون کدام ترس و هراس حمله نموده و آن را نابود می سازد. نه ترس و صبوری چو فاروق و خالد تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی تو شمشیر خیبر سپاه خدایی. بینندگان محترم، اکنون کندک تانگه‌های چیندار وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان با نظم عالی از پیش لوژ عبور و مراتب احترام خیش را به هیئت رهبری و مهمانان گرامی تقدیم میکنند. سر اتل اسلام پال مجاهد ختم اون کید کفر فساد و ملحد د سر زور و پسر د شمشیر د عمر مفسدین و تٹنگ د ولاړ پا ڈگر مات ان کئی دہار ستمگار او جابیر مقابل دے مغرور تا اجال دا کافیر دا عزت مساتن کئی دزڑو مو دوا بیڑنائی دا کلون ورپاتی جگڑو کی برائی دا ٹنگ عازم خوان مضبوط مورال د کفری قانون مخ کی د تور او ڈال
قوتای هوایی امارت اسلامی افغانستان وسایل زمینی را نیز همراهی میکنند و از مقابل لوژ عبور مینمایند. شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد از جاری. تو برکن بزن ریشه هر فسادی، زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر، بزن فرق دشمن تو الله اکبر. بیا جملگی در کنارش بجنگی، به امر خداوند همه صف ببندیم. محافظ ده قرآن دی ده سر فسودا، قربانی گی پا دین او ده خدای پا رزا. شجاعت او جذبای رختیا ایمانی، ده ارتل کی چیتن کڑی پا مینا ستی. هری توبچه که در میدان نبرد حیثیت حاکم میدان را دارد و قابلیت تخریب موازی مستحکم دشمن را در مدت کم به خود اختصاص داده است، با ادای احترام خاصی عسکری از مقابل علوج عبور می نماید. این یک سلاح مدرن دوربرد توپچی که دارای قدرت آتشی قوی و مانوری عالی بوده که در مقابل هر نوع اهداف مستور و غیر مستور در داخل شیله ها و عقب تپه ها در مسافات دور و نزدیک در مقابل اهداف دشمن استعمال می‌گردد. اگر تا اینجای ویدیو با من همراه بودی، یعنی ویدیو رو دوست داشتی، لطفاً اگر لایک نکردی همین الان دکمه لایک ویدیو رو بزن، چون به من انرژی میدی. بریم بقیه ویدیو رو ببینیم. غرور تا اجل دا کافر دا عزت مساتون کی دزلو موتوا، د مظلوم لپار مسکا نماد شجاعت، بزرگ مرد میدان مجاهد تو هستی نگهبان قرآن. نترسی ظلم ملامت گری ها، به فضل بزرگ خداوند رحمان. دستگاه پرتاب کننده راکت لونا، دسته از سلاح آتشی جمعی لونا که در فرصت بسیار اندک سنگر مستحکم دشمن را به خاکستر تبدیل می کند، در حال عبور از مقابل لوژ و ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان می باشد. لونا یک راکت پرقدرت دارای بردی متوسط بوده که در مقابل تجمعات وسایط زرهی دشمن، قطارهای وسایط و تخریب موازی مستحکم دشمن استعمال می‌گردد. شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد از جاری. تو برکن بزن ریشه هر فسادی، تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی. تو شمشیر خیبر سپاه خدایی، بلرزد ز عزمت جهان ستمگر. بکن شام دنیا تو صبح منور، توی مظهر دین توی عزت ما، توی دفع ظلمت توی حرمت ما. ددی عصر اتل اسلام پال مجاهد، ختم ون کید کفر فساد و ملحد. دسر زور و پسر دشمشیر دا عمر، مفسدین و تٹنگ دا ولاد پا دگر. دستگاه پرتاب کننده راکت اسکارت، دسته معرکه ساز و قیامت آفرین اسکارت که
که قابلیت تخریب فوق‌العاده را در مسافات دور محلات دشمن دارد و می تواند در عمق 10 متری زمین مخفیگاه دشمن را نابود کنند. اکنون مرتبطات آن با ادای احترام از مقابل لول در حال عبور می باشند. خداوند رحمان بهدر دلری لوی تاریخ میړنۍ د کلونو ورپاتې جګړو کې برای یقین تا قیامت جهاد از جهاد. بینندگان مراسم، قوتهای هوایی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان یک بار دیگر مهارتهای خیش را به نمایش گذاشته از پیش لوژ عبور میکنند. بزن فرق دشمن تو الله اکبر، بیا جملگی در کنارش به جنگی به امر خداوند همه صف ببندیم. ختم اون کید کفر فساد و ملحد د سر زور و پسر د شمشیر د عمر مفسدین و تٹنگ د ولاړ پا ڈگر مات ان کئی د هر ستمگار او جابیر مقابل د مغرور تا اجل د کافیر د عزت مساتم کئی دزړو مو دوا د مظلوم لپار مسکا د مسکا نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد تو هستی نگهبان قرآن نترسی ظلم ملامت گری ها به فضل بزرگ خداوند رحمان زم به نامت تو سرباز احمد تو باشی شفای غریبان امت یقین تا قیامت جهاد از جاری تو برکن بزن ریشه هر فسادی زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر بزن فرق دشمن تو الله اکبر بیا جملگی در کنارش به جنگی. حالا بعد از دیدن این ویدیو بیشتر با ارتش امارت اسلامی آشنا شدیم. درسته که این ارتش ضعیفیه، ولی با تجهیزاتی که داره، موشک‌هایی که داره، میتونه برای ایران دردسر به وجود بیاره و با ایجاد ترس و هرج و مرج داخل ایران باعث فرار سرمایه‌ها، باعث سقوط اقتصادی ایران و در نهایت فروپاشی اقتصاد ایران بشه. مطمئن باشید که اگر زمانی افغانستان تصمیم بگیره که برای ایران دردسر ایجاد کنه، خودش به تنهایی این کار رو نمی‌کنه. میدونیم که ما دشمن‌های زیادی توی این منطقه داریم. حتی کشورهایی مثل افغانستان که الان در ظاهر با ما دوست شدن، قطعاً دوست دارن یک بار برای همیشه مشکل ایران رو برطرف کنن. پس خیلی ساده انگارانه است که کسی فکر کنه افغان‌ها یا طالبان به تنهایی می‌خوان با ما بجنگن. اگر روزی خدایی نکرده این جنگ شکل بگیره، تمام ارتش‌های دشمن ایران پشت سر افغان ها می ایستند و همه اون کارهایی که ما تو سوریه انجام دادیم، تو یمن انجام دادیم، تو خود همین افغانستان انجام دادیم، حالا به یه شکل دیگه به خودمون برمیگرده و ایران صحنه درگیری های نیابتی میشه که این یعنی پایان جمهوری اسلامی. بعضی از دوستان اصلا تو فضای واقعی جهان انگار زندگی نمیکنن و صحنه بین‌الملل رو با بازی های کامپیوتری اشتباه گرفتن. مثلا توی کامنت های ویدئوی قبلی من دیدم که میگن اگر ایران بخواد به راحتی خاک افغانستان رو به توبره میکشه، ما میتونیم مثلا با عربستان بجنگیم، ما میتونیم با آذربایجان بجنگیم. بله ما میتونیم بجنگیم، ولی قطعا جنگیدن اینجوری نیستش که شما یه سری موشک بزنید فردا صبح باشید به سر کارتون و زندگی عادی رو انجام بدید. متاسفانه نسل جدید ما خیلی از فضای جنگیدن فاصله پیدا کرده و نمیدونه جنگ یعنی چی.
وقتی اولین گلوله شلیک میشه معلوم نیست این جنگ چند سال میخواد طول بکشه، چه تعداد آدم از هر دو طرف قراره بمیرن و در نهایت این جنگ با شکست خوردن هر دو طرف به پایان میرسه. مثل جنگ ایران و عراق که هیچ کدوم پیروز این جنگ نبودن. مثل جنگ جهانی اول که وقتی شروع شد سربازایی که توی جنگ شرکت داشتن فکر میکردن چند روز بیشتر طول نمیکشه و استقبال میکردن از این جنگ، ولی سالها این جنگ ها طول کشید و میلیون ها نفر انسان کشته شدن، چیزی که هیچ کس روز اول تصورش رو نمیکرد. همه ما انسانیم و نباید راضی به کشته شدن هم نوع خودمون باشیم، اما متاسفانه مرزهای جغرافیایی و سیاست ها باعث میشه شما یک هم نوع خودتون رو بخواید بکشید یا اون بخواد شما رو بکشه و این خیلی چیز تلخ و دردآوریه. لطفاً نظرتون رو برام بنویسید. با وجود این اطلاعات جدیدی که بهتون دادم، هنوز فکر میکنید که ایران باید به افغانستان حمله کنه یا هنوز فکر میکنید افغانستان حریف ساده‌ایه برای ما یا نه؟ لطفاً فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک کنید، برای افرادی که احساس میکنید به دردشون میخوره بفرستید و توی کامنت ها من منتظر نظرتون هستم. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید.